سلام دوستان علی اتمامی هستم خیلی خوشحالم که در خدمتتونم با این ویدیو تو این ویدیو میخوام راجع به راههایی که هنرمندا مخصوصا تو زمینه انیمیشن و جلوه ویژه یا ویژوال افکس میتونن از اون طریق مهاجرت کنن چون که خب یه روشهایی هست که به خاطر تخصصی که دارین ممکنه خیلی راحتتر و با شرایط بهتری بتونین مهاجرت کنین تا اینکه مثلا حالا به وکیل مهاجرتی در واقع رجوع کنین و از همون روش هایی که خودشون میشناسن بخوان در واقع شما رو ترغیب کنن که اون روش ها رو انجام بدین که البته من نه میخوام حالا تو این ویدیو چیزی رو تبلیغ بکنم نمیخوام میخوام کسی رو ترغیب کنم به اینکه حتما مهاجرت کنه یا من کنم از مهاجرت فقط این که صرفا میخوام تجربیاتی که داشتم سعی و خطاها و مواردی که میتونه حالا به همکارای خودم و کسانی که تو این زمینه کار میکنن کمک بکنن رو به اشتراک بذارم حالا یه بیوگرافی خیلی مختصر میگن راجع خودم من خب علی اتامی هستم تو زمینه ویژوال افکت یا همون جلوه ویژه یا جلوه بسری معادل فارسیش تو ایران کار میکردم و حالا سابقه خلاصه و فشرده حرفه که داشتم میتونه میتونم بگم که پنج سال بوده و من تو زمین کامپوزیت کار میکنم فقط از وقتی که شروع کردم از بین تمام زمینه های دیگه که هست تو جلوه ویژه من فقط تو زمین کامپوزیت کار میکنم و توی ایرانم تو پروژه خوبی کار کردم مثلا از فیلم آقای اسخر فرادی فروشنده که حتی ویژوال خیلی سنگینی نداشته ولی خب فیلم خیلی سنگین تری بودن تو زمینه جلوه ویژه مثل مسخر باز مثل سرخ پوست متری شیش و نیم، قانون مورفی و حالا شاید بعضی اسما یادم بره ولی فیلم های که واقعا فیلم های ایرانی که کار کردم تو ایران خیلی فیلم های خوبی بودن به نظر خودم و حتما من توی شرکتی که کار میکردم شرکت ارزهرا خب فیلم های هندی هم کار میکردیم البته نه اون فیلم هندی هایی که یه تصویراش تو اینترنت هی دست به دست میشه ولی خب فیلم های بودن که فیلم های در واقع بزرگی بودن تو سینمای هالیوود بود تا اون تایم حداقل مثل با حوالی دو نمیدونم یه فیلم بود به اسم 2.0 که حتی شرکت خارجی تو کانادا هم شرکت معتبر کانادایی تو توی اون فیلم کار کرده بودم بخش حالا سنگین تریشو. ولی خب در کل کاری که توی را انجام دادم هم خودم خیلی دوست دارم هم خیلی کمک کرد به اینکه بتونم یه نمونه کار خوب یا جمع بکنم که بتونم از اون طریق در واقع بفرستم برای شرکت هایی که دوست دارم یا میشناسم توی کشورهای مختلف و از اون طریق بتونم جوافر بگیرم در واقع من روشی که حالا خودم تونستم مهاجرت بکنم در طریق جاب آفر بوده جاب آفر واقعی از یه شرکت مرتبط با تخصصم و و اینکه اواخر 98 بود تقریبا یا سال 2019 اواخرش, اواخرش او که من در واقع کارام فرستادم برای شرکتی به اسم رایزینگ سان پیکچرز البته خودم این پروسه خیلی بیشتر طول کشید یعنی مثلا یه دو سالی بود که من کارامو میفرستادم برای شرکت های مختلف و مصاحبه هم داشت مصاحبه کاری هم دعوت شدم هم تو ونکوور ام پی سی ونکوور رودو افیکس راکت ساینس و هم یکی دیگه شم شما فرموش کردم و اینا در واقع اینجوری خط شد که حالا اوکی بودم با کارم ولی بعد که میرفتن حالا مشورت میکردن راجع به پروسه ویزا گرفتن به این نتیجه میرسیدن که من اصلا انقدر طول میکشه پروسه ویزام که از اون پروژه که میخوان روش کار کنم میگذره برای همین به نتیجه نمیرسید ولی خب برای رایزنگ سان که فرستاده بودم اونا حالا یا روش درستش رو برد بودن یا شرایط ویزایی که توی اون استانی که بودن بهشون اجازه میدادیم ویزا رو بگیرن خیلی پروسه سریعی بود یعنی حالا این مراحلش که حالا جوری کار فرستادم و اینا رو یه این مقدار اسکیپ میکنم من تو توضیح میدم بعد آخرش ولی از وقتی که از من مدارک رو خواستن که برای شرکت بفرستم و البته مدارک منم آماده بود همش یعنی همش ترجمه شده اسکن شده همه چی آماده بود برای همین شاید یه مقدارم زودتر انجام شد از وقتی که مدارک رو بهشون دادم حدود فکرم نهایت یک هفته بعد چون وسطش هم تحتیل در واقع تحتیلات آخر هفته شون بود یه هفته بعد ویزای من اومد برای ویزا 408 یا همون تمپرری ورکر تو استرالیا که من دیگه بعدش رفتم استرالیا شهر ادلید توی استان سات استرالیا تو خود استرالیا و جوین شدم به شرکت رایزینگ سان پیکچرز حالا این ویدیو خب بیشتر راجع به همون ویزاها و نوازه. چیزایی که مرتبط با حالا شرایط مهاجرتی میخوام صحبت کنم نه راجع به حالا تجربه کاری با اینکه تجربه کاری خیلی جالب و خیلی صحبت میشه که راجع بهش ولی حالا میخوام بگم که چه نوع ویزاهای دیگه ای هست خب ویزایی که من گرفتم از طریق اینه که ویزا 408 برای و استرالیا اینه که یک کارفرمایی شرکتی که یه سری شرایطی داشته باشه که اون شرایط تو خود سایت اداره مهاجرت استرالیا توضیح داده که چه کارفرماهایی میتونن اقدام کنن برای اینکه نیرو خارجی بیارن و خب اون که من اقدام کردم شرایط رو داشت چون که خیلی شناخته شده است تو هم تو استرالیا هم تو دنیا و اونا در واقع اومدن اسپانسر من شدن گفتن که آقا ما این نیروی کاری رو که الان میخوایم از خارج از استرالیا بیاریم در حال حاضر پیدا نکردیم تو خود خاک استرالیا و به این دلایل که حالا لیست کردن مثلا رزومه و تجربه کاری این فرد خیلی الان میتونه به کمک کنه و از این طریق در واقع دولت رو قانع میکنن که ویزا بگیرن به فردی بیارنش و وقتی که در واقع برای شما ویزا میگیرن برای همراهتون هم هست خانواده یا فرزنده هم هست خانواده منظور همسر در واقع شما همسرتون و فرزندتون فرزندانتون و, و اگرم مثلا حالا همکاران بودن که خارج در واقع از مثلا اروپا می اومدن اون کسی بود که میخواست کار بکنه و دوست دخترش که حالا باید اثبات میکرد که مثلا حالا شرایطی داره یعنی مثلا حداقل یه سال با هم زندگی کرده سری چیزا ارائه دادن که نشون بده واقعا با هم دارن زندگی میکنن و مثلا اون افراد دوست دخترشون هم تونستن بیارن یا همراهشون پارتنرشون حالا لزوما حتما نیست که ازدواج کرده باشن یعنی به این صورت وقت شما ویزا میگیرین همراهتون هم میتونه بیاد و میتونه کار بکنه چون این خیلی مهمه که کسی هم که همراهتون میاد بتونه کار بکنه و ویزا موقت اقامت موقت 408 امکان میده ویزای دیگه هم هست حالا موقت با دائم چه فرقی داره چون بعضیا یا شاید خود من فکر وقتی آدم ویزای کشوری رو میگیره میره دیگه خیالش راحته در واقع اصلا اینطوری نیست چون که اون انتظاری که شما از امکاناتی که کشور خارجی به شما ارائه میده دارین تو حالتیه که شما حداقل پی آر یا پرمننت رزیدنت اون کشور باشین یا سیتیزن باشین یعنی پاسپورت اون کشور گرفته باشین اون امکاناتی که شما از تو ایران مثلا تو ذهنتون هست میتونید وام بگیریم برای خونه و ماشین و هر چی یا میخوایم بیزینسی را بندازین کلی بهتون کمک میکنن یا خیلی از این جور چیزها نمیدونم اگه بیکار بشین بهتون پول میدن اگه شرایط این مدلی حالا مثالش خیلیه که همه میشنویم راجبش اینا فقط در اون حالته وقتی که شما به صورت موقتی دارین در کشور اقامت میکنین این شرایط صادق نیست یعنی ویزای دانشجویی هم تقریبا همینن حالا دانشجوها به خاطر اینکه دانشگاه یه سری کمک ها میکنه یه مقدار شرایطش بهتره باز بعضن ولی این ویزای اجازه کار موقت در واقع دیگه حداقل امکانات شما میتونید داشته باشید ولی خب خوبیش اینه که خیلی سریع صادر میشه چون که در واقع شما باید حتما سریع برسید و کارتون شروع بکنین که اون شرکت بتونه استفاده بکنه حالا این در واقع این شرایط برای خیلی کشور دیگه هم هست یعنی برای کانادا هم که خیلی شب. 90 درصد شبیه همینه آمریکا رو من خیلی اطلاع ندارم ولی قطعا آمریکا هم همچین حالتهایی رو داره ویزای موقت داره که از طریق جاب شما میتونیم بریم و به صورت موقتی کار بکنیم و همینطور اروپا هم شاید داشته باشه حداقل تو اروپا حالا من خیلی تجربه ندارم ولی چیزی که میدونم تنها کشوری که خیلی راحتتر از بقیه میشه رفت فقط اون خود در واقع یوکیه یا انگلیسه که شما میتونیم بریم و مثلا تو زمینه جلوه ویژه انیمیشن یا همون وی لندن خب یه هاب خیلی بزرگ خیلی شرکت ها اونجا هستن شما خیلی راحت تر میتونیم به نسبت سایر کشور اروپایی میتونیم بریم و در واقع هم طریق جافر میتونین کار بکنین اونجا حالا میخواستم در مورد کانادا هم گفتم خیلی شبیه یه مقدار تفاوت داره در واقع استرالیا خیلی سر راستر و پروسش اینکه نه شما لازم بریم مدیکال یا بایومتریک جایی انجام بدین چه تو ایران چه خارج ایران یا اگه کشور دیگه هستین و نه لازمه که تمکان مالی بخواین اثبات بکنین که دارین نه لازمه مثلا آیلس نمره خاصی داشته باشین یا مثلا امتیاز نمره زبان خاصی داشته باشین چون که در واقع میدونن که شما حتما اون شرکت باهاتون مصاحبه کرده و با شرایطتون رو میدونن و با همین اوکیه مگه اینکه یه شرکت یه شرایط خاصی گذاشته باشه بگه که حتما باید آیلس و فلان داشته باشین که من تا حالا نشنیدم همچین چیزی فقط برای انگلیس و من میدونم یکی همکارم رفته بود میگفتن که حداقل نمره آیلسی میخوان یعنی شما حداقل یه نمره داشته باشی حالا در حد و نیم پنج که دیگه حداقلش اوکیه ولی یه چیزی لازمه ولی برای استرالیا و کانادا همچین چیزی نبوده من زبان نمیخواستن تنها چیزی که میخواستن به دولت ارائه بدن این بود که حتی خیلی مدارک میذاریم ولی هم مدارکی که همه دارن. ولی که تحصیلی میخواستن یعنی فقط اون سرتیفیکیتی که شما مثلا لیسانس دارین فوق دیپلوم دارین دیپلم مطمئن نیستم که قبول میکنن یا نه برای اون پروسه اینو دقیق مطمئن نیستم ولی میدونم دیپلوم به بالا رو کافیه براشون و لازم نیست خیلی هم مرتبط باشه این هم فقط برای که به دولت ارائه بدن خود شرکت با این کاری نداره که شما چه درسی خوندی اون دیگه جزء تصمیم خودشون که شما رو با اون شرایطی که هستی استخدام میکنن و حالا یه نکته دیگه هم که هست راجع به اینکه وقتی شما جاوافر میگیرین و اون شرکت شما رو میخواد بیاره کشور خودش که کار بکنی براش در واقع شما این حق رو دارین که ازشون بخواین که هزینه جابجایی رو یا ریلکیشن فی یا ریلکیشن کاس رو به شما برگردونن یا اونا خودشون هزینه کنن یعنی این رو... ریلوکیشن شامل بلیت بی... هواپیما هواپیماست شامل بعضا بعضی کمپانی شاید حتی فریت بار یعنی شما میگی من برای که بتونم اونجا زندگی کنم مثلا بار باید خودم بیارم که نمیتونم تو هواپیما بیارمش اونم میشه حتی چکوشون زد و هزینهشو رو گرفت هزینه اقامت اقامت موقت تو اون شهری که هستین یعنی میخوایم برین کار کنین که معمولا دو هفته سه هفته یه ماه یه بازه اینجوریه یا اگه خیلی کوتاه باشه مثلا قراردادتون برای سه ماه یا دو ماه حتی میتونید صحبت کنید که کلا هزینه اقامت اونجاتون رو یعنی اقامت توی محل سکونت رو اونا بدن یا حتی مثلا اگه شما باید با ماشین برین تا محل کار بیاین اینو من چند وقت پیش یکی که حتی یه ماشینم براش اجاره کرده بودن ولی برای کوتاه برای قراردادی که مثلا 6 ماه یه ساله یا بیشتر دیگه این شرایط نیست و این هزینه رو شرکت به شما میده ولی فقط برای شخص شما یعنی حالا در واقع اون جایی که اجاره میکنه شما موقت به اونی خب برای خودتون و همراهاتون ولی هزینه ها هزینه ویزا هم بودیم وسط هزینه ویزا هم اونا میدن ولی فقط برای شماست یعنی مثلا ممکنه بگن که آقا ما هزینه شما رو میدیم ولی مثلا 150 دلار برای ویزا همراه و باید بهمون بدی یا بعد از حقوقت کم میکنیم یا هزینه بیلیت هم همینطور ممکنه اونا بدن ولی بعد از, بیلی از حقوقتون کم بکنن و یه نکته جالبی هم که هست این که مثلا استرالیا اون شرکتی که من صحبت میکنم انقدر رو راست و همه چی شفاف و واضح بود و نمیخواستن خودشون کوچیک بکنن و مثلا از یه چیزی که من ممکنه اطلاع نداشته باشم بخوان یه سودی ببرن مثلا من بهشون گفتم که آقا من میام ادلید خب من اونجا آشنایی دارم و خواستم که برم اونجا بمونم اون تایم موقت چون که کمک بکنم ببینم چی به چیه کلا تو اون شهر و بهشون گفتم که من میرم خونه آشنایی که دارم برای همین مثلا میتونم اون هزینه که قرار بود بدین و بعدا به برگردونیم برگردونین توی در واقع روی حقوقم اضافه بکنین و خیلی راحت خب میتونستم بگن نه و بعضی شرکت هم شاید بگن نه بگن و اگه میخوای ما برات بگیریم میتونیم کار بکنیم نه تنها گفتن که آره برمیگردونیم حتی گفتن دقیقا گفتن که مثلا 1853 دلار ما مثلا یه جام خواستیم بگیریم برای دو هفته و ما اینا به حقوقت اضافه میکنیم یعنی نه تنها میتونستن حتی بگن آقا ما قرار رو 500 دلار هزینه بکنیم اومدن چون من هیچ اطلاعی هم نداشتم یعنی دقیقا اون چیزی که واقعا قرار بود انجام بدن و خیلی رو راست بهم گفتن که من خب خیلی خوشم اومد این کاری که کردن که اصلا قابل مقایسه نیست با چکوچون زدن و استخدامی تو ایران اصلا یا میگم اصلا واقعا از تو ایران همچین اتفاقی نمیفته شما هیچی اطلاع نداشته باشی و مثلا اینقدر اونا رو راست باشن اه... یا یه نکته دیگه هم که بود راجع حقوق بود چون معمولا مصاحبه که میکنین از شما میپرسن که آخراش یا شاید اولاش میگن که مثلا حقوق چقدر مد نظرت اینا خودت خودت میپرسن البته این هم نیست که شما هر مبلغ پرت خیلی بالایی هم بگه قبول بکنن فهم میخوام بگنن که خود چی میگی اه... که اگه پایین تر از اون چیزی که اونا انتظار دارن خب به نفعشونه اگه بالاتره ممکنه چکوچونه بزنم ممکن از شانس بیاری خیلی سور وایسی سر اون قیمتی که میگی که حالا یکم بالاتر از چیزی که پیشنهاد میدن و بالاتر از اون چیزی که باید حقوق میگیری یعنی خیلی چکوچونه ایه. ولی یه نکته دیگه که هست خب من حقوقی که گفتم چون کسی اونجا نمیشناختم که تو کار خودم باشه بتونم ازش بپرسم تو اون شهر حالا هزینه چقدر یا حقوق چقدره من رفتم تو گلسور سرچ کردم حقوقی که مال این کمپانی بوده و کسای دیگه اعلام کرده بودن چون گلسور همچین آپشنی داره شما میتونید می بری سرچ کنی بگی مثلا تو شهر ادلید یا مثلا تو فلان کمپانی الان کامپوزیتور چقدر حقوق میگیره خب من رفتم سرچ کردم ولی اطلاعاتی که به دست آوردم اشتباه بود یعنی پایین تر از اون چیزی بود که من میگرفتم و من حقوق پایین گفته بودم ما که خودم فهمیدم حقوق حقوقی که باید بگیرم همینه و مثلا اون مبلغی که گفتم بعد خودمون اون کسی که با مصاحبه میکرد ریکروتره گفت که این چیزی که تو میگی خیلی پایینه برای یعنی اصلا برای زندگی اینجا پایینه نه حالا برای کاری که قراره انجام بدی و خودشون حقوق بالاتری رو گفتن که مثلا ما این حقوقو بهت میدیم یعنی حتی این این مورد هم باش خیلی جالب بود یعنی اگه اون چیزی که خودم میگفتم اوکی بودم میشد زندگی کردن نه اینکه نمیشد ولی خب خیلی بود و آره خلاصه توی مسابقه که میکنی خیلی اونا رو راستن هم برای همین شما با خیلی رو راست باشین راجع به تواناییاتون و کاری که میتونین انجام بدین یکی این که هم خب اخلاقی نیست آدم هم یه چیزی که بلد نیست حالا خیلی دیگه نشون بده بلده چون واقعا در حد مصاحبه است یعنی اونا خیلی موقع از شما شاید تست هم نگیرن به جز حالا یه سری کار برنامه فکر می‌کنم تست داشته باشن و دوم که کسایی که مصاحبه میکنن حالا من یه مصاحبه داشتم با ریکروتر بود یه مصاحبه دیگه داشتم با در واقع هد دپارتمان تودی که اون قطعا اون دیگه هر چیزی رو تو دموری لما تو نوه صحبت کردن به میبینه متوجه میشه من چقدر مثلا تجربه دارم یا چیا رو مسلط نیستم برای همین نمیشه اونا هم گول زد ایجوره آره خواستن که رو راست باشی اونا بای دیفالت با شما خیلی رو راستن و بهتره که تو مصاحبه هم ما ها هم رو راست باشیم اه اه بعد راجب حالا ویزای تحصیلی هم هست یعنی شما تو همین رشته انیمیشن و ویژوال افکت خب هم تو استرالیا هم تو کانادا کلی یا تو انگلیس کلی دانشگاه و مدرسه خصوصی و همه چی هست که شما میتونید به این رشته رو بخونین و خیلی هم راحت میشه ویزا گرفتن یعنی خیلی سریع میشه گرفت حالا هیچ وقت ویزا گرفتن راحت نیست ولی اینا روش سریع تحصیلی خب نیاز به پول داره یعنی اون حالتی که میگن اگه پول داری میتونی مهاجرت کنی یکیش مثلا همینه که شما تحصیلی بری یه جایی حالا چه رشته تو رشته ما یا رشته مهندسی که حالا مدرسه هایی که یا رشته که تو زمینه ویژوال افکت و انیمیشن هست معمولا رشته های یک ساله است و هزینهش برای اینترنشنال استودنت ها حد حداقلی که من دیدم سی و خورده هزار دلار سی هزار دلار شاید کف کفش بود اونم بدون هیچ هزینه جانبی دیگه که قطعا کلی هزینه جانبی هم هست و تا چلو پنج هزار دلار هم من دیدم که مثلا لاست بویز اسکول تو ونکوور که خیلی معروفه علاوه این که حالا هم خیلی گرونه هم چیزی که یاد میدن به نسبت بقیه بیشتر به درد میخوره چون بقیه واقعا حتی شاید شما بریم و به هیچ دردتون نخوره فقط تنشه ویزا ازش داریم و اینکه شما دانشجو اونجا بودین قطعا برای کار اول پیدا کردن خیلی خوبه تحصیل اگه شما ت... تجربه کار قبلی نداشته باشین یا مثلا نمونه کار خوبی نداشته باشین وقتی شما یه جا تحصیل میکنین اون شرکت ها مجبورن که تو پوزیشن های جونیور اون کسایی که تو همون کشور یا شهر تحصیل کردن رو استخدام کنن این یه آپشن خوبیه تو زمین ویزای تحصیلی و ویزا گرفتنش هم زیاد سخت نیست دیگه ولی خب یه سری شرایط داره مثلا شما باید برای اینکه بتونید ویزا رو بگیرین شاید ویزا توریستی یعنی باید اثبات کنین که شما میخواین برگردین بعد تحصیل برای همین یه سری سختی ها داره تو این مورد و اون حالت اقامت موقت هم هست دیگه گفتم که چه معایبی داره و و اینطوری هم نیست که مثلا شما با مثلا بگید که من با ویزا موقت اومدم مثلا تو استرالیا شما تا چهار سال میتونی روی ویزا موقت کار کنی دیگه بعد چهار سال اصلا شما نمیتونی ویزا موقت بگیری برای کار یعنی ویزا 408 رو نمیتونی بگیری اگه بیشتر بیشتر بشه از اون چهار سال و هیچ آپشن خاصی هم فعلا نیست که مثلا بگن این آدم چهار سال اینجا کار کرده شرط کاری خوبی داره چهار سال اینجا بوده حالا ما بیم بهش پیار بدیم یعنی مثلا تبدیل ویزا یا از این جور چیزا نیست در نهایت شما آخر اون چهار سال دوباره باید بری برای پیار اقدام کنی مثلا برای 190 یا 189 تو استرالیا میگم که معادل همون پروسه‌ایه که یه نفر تو ایران داره اقدام میکنه برای ویزا 190 یا نو البته uh, حالا یه مدت uh, تو کرونا بود که مثلا ویزای 190 یا 189 مطمئن نیستم ولی 190 فقط داخل استرالیا میشد اقدام کرد uh, حالا نمیدونم عوض شد دوباره شرایطش یا نه ولی در کل پروسه و پیچیدگیش همونه درد سراش همونه uh, تو کانادا هم همینه تقریبا uh, فقط یه چند مرحله اضافه داره Uh, مثلا که تو ویزا استرالیا فقط یه ایمیل و یه ای پی دی که براتون میفرستن یه چیزی نیاز ندارین داشته باشین همراهتون یا پروسه اضافی دیگه ای ندارین یعنی شما وقتی این ویزا 480 گرفتی در واقع اجازه کارتن هم با همون ویزا یکیه اصلا یه داکیومنته ولی کانادا نه یه خورده داستان داره uh, کانادا شما اول وقتی جوافر گرفتی از یه شرکتی که اون شرکت میتونه درخواست نیروی کار خارجی بده باید برای شما برای یه سری مشاغل نیاز نیست LMIA بگیرن LMIA یه نامه یه که در واقع باید به دولت اثبات کنن که ما این فرد رو در واقع یه فرد مشابه رو پیدا نکردیم تو کانادا و خیلی تلاش کردیم نتونستیم پیدا کنیم که بعد دولت این اجازه رو میده در قالب علمایی که بتونن حالا درخواست بکنن برای ورک پرمیت برای اون فرد یعنی شما یه ای میخوای بعد ورک پرمیت با بگیری بعد که ورک پرمیت گرفتی میتونی در واقع درخواست میکنن که حالا پاسپورتت بفرستی یه مرکزی یا یه آفیسی که برات روی به صورت فیزیکی روی پاسپورتت یه برچسب بچسبونن در حالی که استرالیا من حتی مهر و و خروج هم یادم نمیاد زده باشه یعنی نه برچسبی نه مهری هیچی همه رو به اون شماره پاسپورتتون دیجیتاله ولی کانادا نه برچسبیه و وقتی شما پاسپورتتون رو عوض میکنین دوباره سری پروسه ها دارید. آره یه همچین پروسه ای داره المایه خب در واقع سخت میشه گفت المایه ایه. وقتی که اونو داریم بعد خب دیگه میشه ورک پرمیس بگیرین ولی اینا پروسه خیلی ساده و سریعی نیست یعنی بین هر کدوم این پروسه ها در سریع ترین حالتش که مثلا شرکت گفته از الان که من تازه میخوام اقدام کنم المایه بگیرم تا وقتی که من میخوام تو سر کار باشی مثلا اگه دو ماه با... برای من اینطوری بوده و استرالیا دو ماه بعدش تو قراردادم نوشته بودن که با سر کار باشم و دقیقا پروسش دو ماه طول کشید بر من یکی دیگه از دوستام که تو همون شهر بود و بازار داشت برای کمپانی دیگه اقدام میکرد ولی گفته بود که ما مثلا میخوایم شیش ماه دیگه اینجا باشیم کارش شیش ماه طول کشید یعنی اینجوری هم نیست که حالا چون برای من دو ماه طول کشید برای یکی دیگه هم اون که همقدر طول بکشه خیلی بستگی داره که کی باید سر کار باشین برای وقتی که به شما جوافر میدن بر همین علمایه ایگه مثلا تو ممکنه بیاد ولی ورک پرمیت تو چهار ماه بعد بیاد از این چیزها هست الان هم خیلی کنتر شده و یه نکته ای که از وقتی که شما با جاوافر ورک پرمیت میگیرین شما کلوز ورک پرمیتین البته اگه همراه داشته باشین و درخواست ورک پرمیت برای همراهتون بکنین همراهتون اوپن ورک پرمیت میگیره فرقش اینه این پروسه برای کانادا رو دارم میگم نشه فرقش اینه که کلوز ورک پرمیت شما حتما باید برای اون کمپانی که درخواست کرده براش کار بکنید یعنی بخواین تو همون شهری که میرین بخواین شرکتتون رو عوض بکنین دوباره باید المایه و ورک پرمیت بگیرن براتون یعنی اون دوتا کار سخت ها. و اگه بخواین تو یه استان دیگه کار بکنیم بازم دوباره همون المایه و ورک پرمیت باید بگیرن و یه نکته هم که هست مثلا شما نمیتونی ریموت کار بکنی مثلا تو استان آنتاریو کانادا نمیتونی ریموت کار بکنی با استان بی سی البته برای شرکت هایی که به صورت خیلی رسمی دارن شما رو استخدام میکنن به عنوان فول تایم و مزایا میدن بیشتر به خاطر تکس و این غذایی ها که توی استان مختلف تکس و فرق میکنه و یعنی که بعضی شرکت ها اجازه نمیدن یا نمیتونن ریموت اجازه ریموت کار بکنین این نکته هم هست یعنی روی این خیلی حساب نکنیم و آره وقتی که میخوان کارتون رو عوض بکنین چون کلوز ورک پرمیتین باز درد سر داره ولی همراهتون که اوپن ورک پرمیته یا کسی که به عنوان پی آر میاد کانادا و اوپن ورک پرمیت داره به خاطر پی آرش خب این درد سر رو نداره ام حالا اینکه چه جوری میشه این جاوا رو گرفت چه جوری میشه شرکت ها رو متقاعد کرد خودش یه دردسریه برای خودش که قسمت سختش اینه چون ما این چیزی که گفتم به میاد خیلی ساده است به نسبت اون روش مهاجرتی مثلا اکسپرس انتری اینا حتی بماند که برای کانادا شما وقتی بخوین پیار بگیرین مثل استرالیا که گفتم انگار شما ایران یا یکی ای از که ایران داره اقدام میکنه در واقع مثل شماست پروسش کانادا هم همینه دوباره شما با برین طریق اکسپرس انتری و این داستان ها که اینا هم خیلی درد سر خودش رو داره و سختی رو داره که دیر یا زود بالاخره گریبانگی رسون میشه و باید انجام بدیم ولی حالا اینکه حالا چجوری میشه جاوافر گرفت بالاخره شرایط وقتی شما جاوافر دارین شما میتونین نامینیشن استانی مثلا بگیرین تو کانادا که خیلی کمک میکنه به این پروسه اکسپرس انتری حالا چه جوافری که تو خود کانادا هستیم بگیریم یا از ایران بگیریم برای جوافر گرفتن تو کانادا حالا این سیستم را افتاده توی بین ایرانیا و هندیا و چینیا فکر میکنم که همیشه جزب عجیب غریب تنی روش ماجراتی رو پیدا میکنن انجام میدن خیلیش هم غیرقانونیه تا وقتی که حالا پی نبرن همینطور غیرقانونی داره انجام میدن یعنی مثلا و تو استرالیا من اینو نمیدیدم همچین چیزی نبود که جاب فرا علکی و فیک یا برای یه سری جابایی که اصلا واقعا نیاز نیست کسی از خارج بیارن میگیرن ولی تو کانادا زیاد هست یعنی اینجا خیلی مرسومه که اصلا با جاب آفر دیده باشین یکی روش های مرسوم مهاجرتیه ولی اینا جاب کاملا واقعی و مرتبط با تخصص و این چیزا نیست یعنی مثلا میانه یه چلو کبابی تو ونکوور میگم مدیر داخلی ما میخوایم بیاریم که مثلا فارسی زبون هم باشه پیدا نمی کنیم و حالا برای مدیر داخلی میخوایم جوافر بدیم یکی رو بیاریم که... که, این واقعی نیست در صورت که این جوافر رو برای یکی میگیرن تو ایران یعنی با یه وکیلا یا یه محسس در ارتباط هم از اون طرف که قرار بهش جوافر بدن 20 هزار دلار سی دلار تا حتی 60 هفتاد هزار دلار هم من شنیدم که از طرف یا میگیرن همو اول یه جوری تو ایران یا میاد اینجا بعدا کش میده تو گونی <applause> چون که هر گونه چون که غیرقانونیه که یه کارفرما از شما پول بخواد بابت جافر یعنی تمام پروسش هر هزینه ای به عهده کارفرما باشه از شما نباید بگیره گفتم مثلا هزینه ویزا اونجور چیزا و اگه هم بخوام هزینه بگیرم فقط خود هزینه اون صادر شدن اون ورک پرمیت و این است که مثلا 450 دلار ممکنه باشه 150 دلار ممکن یه چیز دیگه باشه ولی نه 70 هزار دلار حالا راجع به صحبت کنیم که چه جوری میشه در واقع کارامون رو اونجوری ارائه بدیم و چه افرادی ارائه بدیم که آخر بشه باشه جاوافر بگیریم چون که خب خیلی سخت یعنی مال چیزایی که تا الان گفتم به نظر خیلی ساده بود برای جوافر و ویزایی که میدن خیلی سریع همه چی نه هزینه لازم بکنه نه زبان میخواد ولی خب همه اون بخشی که شما بتونین اصلا به اون مرحله برسید که به شما جوافر میدن میتونه انقدر سخت باشه که خیلی درگیر بکنه شما رو شاید از اول اگه همون پرونده مهاجرتی و جلو میبردین سریعتر و بهتر انجام میشد برای همین حالا با اینو در نظر داشته باشین کلا پروسه ساده ای نیست و وقت شما همه چیتون هم اوکی باشه این وسط شانس هم خیلی مهمه در کل خب من خیلی پیشنهاد میکنم حتما رو لینکدین فعالیت بکنین یعنی دنبال کار اگه میگردین که توی شرکت های بزرگ اول اینکه افراد مختلف اون شرکت رو پیدا بکنین مرتبط با کار تخصصیتون و مهمتر از همه ریکروترها یعنی کسایی که برای اون شرکت رو دنبال نیرو میگردن و حالا به اسم ریکروتر نمیدونم اچ آر و حالا اسمای عنوانای تو این زمینه دارن یا تلنت اکوزیشن یا همچین چیزی حالا هر شرکتی اسمای مختلفی داره ولی این افراد حتما باشون کانکشن ایجاد بکنید توی لینکدین و قبلش هم که لینکدینتون حتما یه ظاهر حرفه‌ای و پروفشنال داشته باشه چه علاوه این که فیلداش همه پر باشه عکس اول از همه از عکس مناسب اسم درست و اطلاعات واقعی اشکال نه شما بزنید از ایرانین یه موقع بود مثلا من فکر میکردم اگه مثلا نزنم از ایرانم اسم کشور نزنم خیلی کمک میکنم ولی فرقی نمیکنه در نهایت آخر شما باید بگی از ایرانی و نیاز به ویزا داری دیگه یعنی بهتره که همه اطلاعات درست رو بدین اگه یه شرکتی هم میدونه که اصلا ویزا نمیگیره برای کسی که کس از ایرانه خب باهات مصاحبه نمیکنه یعنی یه امید علکی بهتون نمیدن برای همین همه اطلاعاتتون درست وارد بکنین اون ورک اکسپریانستون درست بنویسین عنواناتون رو واقعی بنویسین فکر نکنین اگه علکی عنوان بالاتر پوزیشن بالاتر بزنین میتونه خیلی کمک بکنه چون هم باز میتونه یه امید علکی باشه یعنی مثلا بیان با شما مصاحبه بکنن بعد تو مصاحبه متوجه بشن که نه اون عنوانی که زنی زیاد درست نبوده یا اینکه شما برای بعضی کار نمیتونی اپلای کنیم مثلا وقتی شما زدی وی افیک سوپروایزری و کلا هر اکسپریانسی که داشتی توی لینکدین همش به سوپروایزر بوده بعدا شما مثلا نمیتونی برای جاب مثلا کامپوزیتور معمولی اپلای بکنی چون که یعنی اگه حتی این اطلاعات شما درست باشه واقعا وی افیکس خیلی عالی هم هستی خب اونا برای عنوان کامپوزیتور دنبال نفر کامپوزیتور میگردن وی افیکس سوپروایزر نمیاد بشینه کامپو کنه یا مثلا حالت دیگه هم از خب من زیاد میبینم تو پروفایل های لینکدین ایرانی که مثلا یکی ورک اکسپریانسش کلا به زور دو سال شده, باشه و زده وی سوپروایزر که این دیگه خیلی واضحه یعنی اون کسی که اصلا میان پروفایل میبینه متوجه میشه که این طرف یا فیک یا اصلا نمیدونه تو چی به میگن تو باغ نیست که اصلا این عنوان هر کدوم چقدر تجربه نیاز داره و همین خیلی مهمه تو لینکدین لینکدینتون که ظاهر حرفه ای داشت همه چیش رو درست و واقعی انجام دادین تو لینکدین کانکشنات رو پیدا میکنیم با ریکروترها با سوپروایزر های اون بخشی که میخوایم برش اپلای بکنین تو هر زمینه ای که هستین یا اگه برنامه نویسیم این بخشی میگم یا کلا این ای که کردم برای برنامه نویسایی که میخوان تو زمینه ویژوال افکت کار بکنن اما اگه بتونن خودشون رو تطبیق بدن اطلاعاتشون رو برای برنامه ها که اصلا خیلی آپشن یعنی خیلی شرایط بهتره یعنی چون خیلی کم پیدا میشن برنامه نویسی که تو زمینه یه ویژوال افکت و فیلم کار بکنه اون احتمالش خیلی زیاده ولی واقعا باید بتونین تخصصاتون و اطلاعاتتون رو تطبیق بدین مثلا برای برای کامپوزیتور برای کاری که من میکنم خیلی سخته جاوافر گرفتن چون که کامپوزیتور ها خیلی زیادن همه جا و خیلی سخت پیش میاد این شرایط که مثلا بگم آقا ما پیدا نکردیم کامپوزیتور تو مثلا استرالیا کانادا که اصلا چی میگن تلنت پوله یعنی همه اونجا برای همین تو لینکدین ارتباط داشته باشیم با هد دپارتمان اون بخش تخصصیتون با سوپروایزرای اون بخش تخصصیتون چون که پروسه اینطوریه که ها میان تو لینکدین بیشتر خیلی فعالیت میکنن میان دنبال سری افراد میگردن اینا رو جزو شورت لیستی قرار میدن میگن که مثلا ما هزار تا درخواست داریم این در ده نفر رو توش به نظرمون او با اینکه اونا متخصص نیستن تو اون زمینه که دارن استخدام میکنن یعنی اطلاعات خیلی فنی از کامپوزیت ندارن که بخوان قضاوت بکنن راجع به یه فردی یه کامپوزیتوری ولی همین چیزهای ظاهری و بیشتر سعی میکنن از رون تشخیص بدن که بعضا نمیشه گفت خیلی درست خیلی موقع قضاوت میکنن ولی میتونن غذاوت هم بکنن مثل همین که مثلا یکی زده کام سوپروایزر ولی یه سال سابقه کار داره از همین جوری فیلتر انجام میدن معمولا و یه سری یه شورت لیستی درست میکنن اینو میفرستن برای هد دپارتمان یا بالاترین کسی که تون زمینه تخصصی تو اون شرکت داره کار میکنه چون مثلا هده دپارتمان کارش این بهشون هر روز شات بزنه کارش اینه که همین کارای مدیریتی این مدلی انجام میده و اگه شما مثلا با یه سوپروایزر با هده دپارتمانی در ارتباطی کارتو فرستادی یه مسیج مثلا ها نمیخوام مسیج هم که میدین خیلی رسمی و خشک معمولا اینطوری صحبت نمیکنن توی لینکدین یه حالت اینفورمالی داره ولی معدبانه هم هست یه مسیجی میدین که آقا من دیدم تو سایتتون توی لینکدین دوست دارم که براش اپلای کنم فکر میکنم که سابقه کارم و اطلاعاتم هماهنگ با این چیزی که شما میخواین یه کوتاه هم مینویسین که چه سابقه کاری دارین رزومتون رو اونجا میتونید حتی پی دی اف بفرستین تو همون مسیج دموریل خیلی مهمه که یه لینک باشه مثلا از ویمو یعنی دموریلتون رو تو ویمو آپلود کرده باشین و لینک ویمئو رو براشون بفرستین یا مثلا حالا تو یوتیوب ولی بهترینش ویمئو اگه نه مثلا یوتیوب خب خیلی باز خیلی راحت در دسترسه ولی مثلا نه روی سری پلتفرم ایرانی مثل آپارات بذارین چون اول اینکه مثلا میبینن یه لینک عجیب غریبیه که تا حالا نشنیدن که حالا بخوام بازش بکنن یا نه این حالا یه بخشیشه که اگه حالا این کارم بکنن مثلا آپارات یا بعضی سایت ایرانی که مثلا ما رو ویدیو و اینجور چیزان تو تو اینجا به شدت کند یعنی شما با سرعت یه مگابیت هم تو کانادا نمیتونی از آپارات ویدیو ببینی برای همین این مشکل هست حتما یه جا درست حسابی آپلود بکنین اگر هم کارتون جوریه که حالا فعلا باید روش پسورد بزنین و همه نباید ببینن جز یه سری افراد خب اشکال نداره میتونید پسورد بزنین و پسوردش هم تو ادامه مسیجتون بفرستین و این حالا این روشه که شما تو لینکدین برای یکی میفرستین که متقاضی اون کار هستین و حالا میگم چرا لینکدین چون که تمام این وبسایت های این کمپانی ها همشون یه قسمت کریرز یا جوین آس و اینجور چیزا دارن که جاوا رو اونجا لیست کردن که معمولا هم درست هست یعنی شاید اون جاوار واقعا میخوان ولی بعضا بعضی هاش خورده و اولویتش کمه یعنی نه که همیشه کمه مثلا همیشه زدن که کامپوزیتور میخوان ولی اون موقعی که شما داری اپلای میکنی ممکنه تازه نیرو گرفته باشن دیگه نخوان ولی چرا ورش نمیدارن برای اینکه وقتی میخوان یکی از خارج از کشور خارج از اون کشور که اصلا بیارن باید جزو یکی از چیزایی که میخوان اثبات بکنن به دولت اینه که میگم ما مثلا روی سایتمون الان از تاریخ مثلا دو سال پیش تا الان این جاب هست و ما هنون تعداد آدمی که میخوایم نگرفتیم و حالا شاید هم خیلی راست نباشه ولی این آپشن رو همیشه میذارم برای اون کسی که میخوان از خارج از کشور بیارن بتونن به این استناد بکنن ولی توی لینکدین اینطور نیست توی لینکدین وقتی یه ریکروتر میاد پست میذاره که الان ما این نیروها رو میخوایم یعنی واقعا همون موقع دارن نیرو کم دارن و دارن استخدام میکنن برای همین شما یه جا پوستینگ با کیفیت تری و بهش دسترسی داری یعنی همین که واقعا الان موقع میخوان هم میدونه کی پست گذاشته احتمالا به اون میتونی مسیج بدی اون کسی که داره بررسی میکنه این درخواست رو برای همین لینکدین به نظرم بهترین پلتفرمیه که الان هست خیلی محیط حرفه ای داره و مجبور که خیلی حرفه برخورد بکنیم اونجا و خیلی خیلی کمک میکنه و یه نکته آخرم که میخواستم بگم راجع به خیلی صحبت هست راجع به این چیز مختلف ولی حالا یه چیز دیگه که دوست داشتم بگم راجع به تکس و بیمه درمانی و بازنشستگی و اینا هم هست که خوب اطلاع داشته باشین مثلا راجع بیمه درمانی یه فرقی که استرالیا داره اینه که یه بعد یه بعدی محسوب میشه خوبی اینه که شما با اقامت موقت یعنی مثلا به اون ویزایی که من بودم نمیتونستم بیمه درمانی رایگان داشته باشم مثل کسایی که پیار هستن و مجبور بودم یه بیمه خصوصی رو خودم هر ماه پول بدم که تا نزدیک 200 دلار بود اون موقع اگه حالا گرون نشده باشه اه ولی اه برای اینکه شما وارد استرالیا بشین مجبورین که یه بیمه خصوصی رو قبل اینکه پاتون رو بزنید تو کشور خریده باشین که من خیلی آپشن خوبیه یعنی خیلی قانون خوبیه چون که درسته باید یه پولی از اول هی بدی هر ماه ولی شما حتما باید بیمه داشته باشی ممکن هم روز اولی که رسیدی پاد بشکنه یه اتفاقی بیفته اگه درگیر بیمارستان و این چیزا بشی یه چه یه بخیه ساده ممکنه دو سه هزار دلار هزینه برداره و اگه شما نداشته باشه به مشکل واقعا برمیخوریم اونجا و این دولت میخواه برای که از این مشکلات پیشگیری بکنه خودش تو در سر نندازه همه رو مجبور کرده که حتما اگه پی آر داری خب با پی آر وارد چی که یه داستان دیگه است و مشکلی نیست اگه ویزا موقتی و دانشجویی شما حتما با این عقب بخری و حالا میتونی اون شرکتی که شما به شما جافر میده میتونه ازشون بخواین توی مورد کمک بکنن برای شما این بیمه رو بگیرن بعدا پولش رو برگربونی. ولی کانادا اینطوری نیست شما برای که وارد بشی لزومی نداره بیمه بخری که این برای من اصلا سردرگم بودم خب من بیمه نخریدم بعد حالا با چیکار کنم خب نه خیلی اطلاعاتی میشه پیدا کرد یا حالا شاید خیلی درست من راهنمایی نکردم اول شرکت اولی که رفتم ولی خب بعد سه ماه که بگذره با جاوافر شما میتونین برای اون بیمه مجانی درخواست بدین و بگیریم بیمه رو ولی با سه ماه میگذشت حالا اون قانونی که اون موقع بود و این میشه بیمه مجانی که شما دارین ولی این بیمه همه چی رو کاور نمیکنه بیمه رایگانه یعنی مثلا دندون پزشکی رو کاور نمیکنه که خیلی گرونه یا یعنی مثلا چشم پزشکی و نمیدونم ماساژ مثلا شما کمر درد داشته باشید باید بری ماساژ بگیری اینا رو ساپورت نمیکنه ولی یه سری بیمه دیگه هست که اکسترا کاورج یا هم بیمه خصوصیه که اونو اون مثلا دیگه دندون پزشکی و اینا هم تا درس مثلا 80 درصد کاور میکنه که خب خیلی باز بهتر از هیچیه و کمپانیا معمولا آفرشون اینه که ما نصف این هزینه رو میدیم هزینه این بیمه اضافیه و نصف دیگه رو حقوقت کم میکنیم که معمولا اون نصف, اون نصف اون نصفی که حقوق کم میشه حدود 120 دلار هست حالا بستگی داره که چند نفر باشیم ولی بعضی کمپانیا میگن که ما همش رو خودمون میدیم قبلا بعضی کمپانی کار میکردن الان شروع کردن بقیه کمپانی‌ها ها به عنوان یه آفری دارن اینو میدن حالا گفتم خوبه که اینو بدونین در کل سیستم درمانی چجوریه سیستم بازنشستگی هم باز خوبه بدونین اطلاعات هم یه خورده کم هم اینجا هم مال استرالیا ولی یه تفاوت خیلی مهمی که داشت بین استرالیا و کانادا این بود که این بازنشستگی به این صورت که یه پولی از شما مثلا هر ماه باید بدی یا ازت بر میدارن میره تو یه حسابی و این جمع میشه یعنی مثلا بعد اینکه بازنشسته شدی یه هم میان میگم اوکی مثلا بعد نمیدونم چند سال ولی بعد اون تایمی که بازنشسته شدی این پولی که جمع شده مثلا شده یه میلیون دلار مثلا میگم ولی یه همشه عددایی هم میشه با اون سودی که روش میاد و شما با این یه میلیون دلار وقتی پیر شدی خیلی کار میشه کرد خونه قطعا تا اون تایم هم خونه خریدی احتمالا ولی خب خیلی کاره دیگه با اون یه میلیون میتونی بکنی یعنی به این صورت بازنشستگیشون حالا تو با استرالیا اینطوری بود مثلا شما یه حقوقی که هر ماه داشتی نه و نیم درصد اون حقوق رو حتی پرداخته به صورت هر دو هفته است معمولا هر دو هفته پول میدن نه و نیم درصد و کارفرما موظف بود که اضافه تر از طرف شما بذاره تو اون حسابه یعنی اون پولی که شما میگیری چیز ازش کم نمیشه یه پول اضافه یا کارفرما میده به دولت که برای شما سیف بکنن تو استرالیا اینطوری بود بهش میگن سوپر انویشن تو کانادا اینطوری نیست اون پول از شما کم میکنن یعنی علاوه بر مالیاتی که کم میشه اون پول هم کم میشه از شما برای همین مثلا حالا کلی شو بخوام بگم این میاد حالا وارد اون قضیه تکس و مالیات هم میشه تو استرالیا خب هر شهریش مقدار با هم فرق داره و هر رنج حقوق مالیاتش فرق میکنه ولی مثلا من اونجا حالا حدود چیزی که حساب کردم این چیزی که تو اینترنت کلکولیتر رو هست میری میزنین درست قانونشون نشون میده ولی چیزی که واقعا ازتون کم میشه همیشه بیشتر چون مثلا چیزای جانبی و چیزایی که نمیدونین هست جزوش حالا چیزی که من خودم حساب کردم به نسبت پولی که باید میگرفتم و چیزی که اومده تو حسابم تو استرالیا برای اون رنج حقوقی من 21 درصد بود و حالا برای اقامت موقت مثلا نمیدونم اگه اقامت دائم باشی اون بابت اون بیمه مجانی چیزی حالا اضافه تر هست یا نه اطلاع ندارم یا شاید کمتر اصلا با مالیات بدید نمیدونم ولی برای من 21 درصد بود چیزی که من اینجا حساب میکنم بجز یه مالیات دیگه ای که حالا جزو درآمد نیست ولی همیشه باید بدی اون مالیات رو به اون راحت حدود 31 درصد کم میشه در بهترین حالت 31 درصد کم میشه مالیات جای مختلف فرق داره مثلا تو کانادا تو ونکوور یه مقدار کمتره تو مونترال بیشتر مالیات یعنی با بیشتر مالیات بدین و یه چیز دیگه که هست اینجا جی یا مالیات هم نمیدونم ارزش افسوده حالا چی حساب میشه خلاصش اینه که شما رو هر خدمات و اجناس چیزی که میری میخرین روی اکثرشون به جز یه سری موارد خیلی محدودی که اون مالیات روش نیست حالا مثلا مثل بنزین اون مالیات نیست یا بعضی نوع مواد خوراکی ولی روی تقریبا 99 درصد چیزهای دیگه شما باید اینجا اگر شما نکنم دوازده درصد یا سیزده درصد حالا مثلا دوازده درصد دوازده درصد اینجا هر چیزی که میخری یعنی قیمت که نوشته روش مهم نیست وقتی که داری میره پرداخت میکنی یا آنلاین دکمه پرداخت رو میزنی دوازده درصد میاد روش یعنی یه چیز هزار دلاری میشه چقدر 120 دلار بیشتر باید پول بدی یعنی شما یه موبایل هزار دلاری رو وقتی میخری هزار و 120 دلار پول میدی که من به نظر من این هم یه جوره جوره هم مالیات با حساب بشه چون شما برای همه خریداتون داری این پول رو میدین حتی بیریت هواپیما خدمات یعنی فقط هم کالا نیست خدمات هم جی اس رو داره و اون سی درصدی که گفتم به نظر من یه درصدم درصد هم خیلی راحت روش اضافه میشه چون واقعا چیزی که کجیب شما داره میره حالا درسته جزو مالیات بر درآمد نیست ولی جزء پولی که از جیب شما داره به عنوان یه مالیات دیگه کم میشه تو استرالیا این مدلی نبود حالا نمیدونم مثلا چون کم تفاوت در واقع خود ارزاشون هم هست من دقیقا نتونستم متوجه بشم که اونجا گرونتر بود یا نه چون اونجا شما مالیات حساب شده روی قیمت یعنی شما یه چیزی رو میرید 70 دلار میرفته 70 دلار کارت میکشیدی میبردیش خونه و حالا به, نسبت اینجا دقیقا نمیتونم بگم که همون یه, چیز... جنس مشابه اونجا ارزون تر بود اینجا ارزون تر بود ولی خب من با اون سیستم راحت تر بودم شد تو حساب جیب تو میکنی میگه من الان میخوام 200 دلار یه چیزی بخرم و میری میبینیش پیدا میکنه یه چیز 200 دلاری و همون پول میدی میخری اینجا نه اون چیز 200 دلاری و بعد مثلا 230 دلار پول بدی مثلا میگه این هم یه نکته یه برخودش. خودش در مورد مالیات ها و اینا خب یه درصد خیلی زیادی پولتون همیشه میره و نکته اینه که شما به نسبت اون مثلا وقت وخ... مثلا سینیور کامپوزیتور لید کامپوزیتور حقوق بالایی به اصطلاح داری به همون نسبت پولی که در واقع قبل تکس به شما میدن شما کار میخوان مثلا مثلا میگم شما ده هزار دلار در ما حقوق داری حالا همچین حقوق نیست ولی ده هزار دلار داری به نسبت پول زیادیه به همون نسبت از شما کار میخوان نه به نسبت بعد اینکه 40 درصدش کم شد مثلا شد 5000 دلار 6000 دلار چون حقوقی که 6000 دلار باشه حقوق لول خیلی پایینتریه تو کانادا در ما خب دمتون گرم ممنون که این ویدیو رو دیدین امیدوارم که مفید بوده باشه اگه دوست داشتین لایک بکنین سبسکرایب بکنین خوشحال میشم که بتونم ویدیوهای بیشتر براتون بسازم